Have you ever stopped to think about the beauty of the moments in between? الان مثلا یه سوال، اگه اصغر فرهادی بگه که شما دو نفر بازیگر منیم، شما قبول میکنی؟ روبرویشون بازی بکنی؟ بازیگرن دیگه. خب من مشکل ندارم، هر کس دیگه ممکن مشکل خودشون ممکن، من نمیدونم، ممکن مشکل داشته باشه، ممکن نداشته باشه، من مشکل ندارم. واقعا از ته قلبتون میگی؟ به خدا من دیدی، من تالا کاری کردم، من تالا سکوت تماشاش، اگه بذاری من سکوت کنم که نمیذاره. خانوما خیلی اتفاقا احساسی تر برخورد میکنن. آه. مثلا میان، ببخشید خانوما نشون، مثلا میشن گریه میکنن، میگن آقا وای ما رو کشتن، مرغمونم فلان، حلوامونم دارن، ولی شما هیچی نمیگین، یعنی خیلی انگار نه انگار، و دارین مسیر خودتون رو طی میکنین، اگرچه که دارین خوبم کار میکنین، یعنی اصلا اتفاق بدی تو فاز حرفه‌ای نیست. همیشه یه اتفاق میفته به نظر من که قرار بوده بیفته لابد، و اینا همه تو ذهن توه، اینکه چه جوری به ماجرا نگاه کنی، اینکه میتونی بشینی زانوی غم بغل بگیری، میتونی بیفتی تو تخت، میتونی بگی وای نابود شدم، وای در حق من خیلی جفا شد، وای من یک زن قربانیم در این اجتماع، میتونی اینجوری باش برخورد کنی، میتونی برگردی بگی که مسیر زندگی من تو اینجا این بوده، الان این نیست، باید چیکار کنم، باید ادامهش بدم دیگه، ما محکومیم به زندگی کردن و محکومیم به خوب زندگی کردن، باید بهترین زندگی رو کنیم، چون یک بار زندگی میکنیم من فکر میکنم، و باید لذت ببریم از این زندگی. من جوری زندگی میکنم که از زندگیم لذت ببرم. نگاه خیلی نگاه منطقیه بود. من آدم منطقی هم، خیلی آدم منطقی هم زیاد، چون ولی واقعا یه اراده خیلی قوی میخواد آدم. ببینید حتما آدم ها روزای بد دارن، روزای خوب دارن، حالشون بد میشه، راجع به چیزای فکر میکنن، ولی تاش میگن که گریام هم کردم تموم شد، من چرا کامشم تو ابد گریه کنم؟ هیچ آدم، ببخشید، آدمایی که طلاق گرفتن تو تمام این دنیا، نه اصلا اصلا به نظر من که... آخه میگن مثلا طلاق در مملکت ما جا افتاده به عنوان شکست، مثلا شکست نمیدونم، خیلی موقع میتونه پیروزی باشه. یعنی شما یه فضایی در میان توی فضای بهتر میتونی، شاید میتونی، من میگم همه این اتفاقات تو ذهنته، به توانت بستگی داره، میتونی مسیرتو برای خودت بسازی. آدم ها نشستن تو خونه منتظر معجزن و فکر میکنن ما هم همینجوری با معجزه به اینجا رسیدیم. من واقعا در طول این سالها زحمت کشتم برای روزهایی که گذشته، برای دونه دونه شون بیخوابی کشیدم، زحمت کشیدم، فکر کردم، انرژی گذاشتم، فیلم دیدم، کتاب خوندم، ورزش کردم، خیلی کارهایی که ممکن بوده خیلی از موقع حوصله‌اش رو نداشته باشم، ممکن بوده من برم سر کار اصلا انقدر وضعیت روحیم بد باشه که اصلا الان توان اینکه کار بکنم نداشته باشم، ولی رفتم و کردم، چون گفتم الان باید تو این موقعیت با این ماجرا مواجه بشم، و اینا به نظر من باعث میشه که تو آدم قوی تری بشی، اعتماد به نفس بالاتری داشته باشی، حالت با خودت بهتر بشه، و روزایی که در آینده میسازی نگی من اون روز حالم بد بود، نرفتم سر کار و نشستم تو خونه، آره اون روز استراحت کردم و من رفتم سر کار، روز سختی هم برای خودم ساختم، ولی به 4 روز بعدش که نگاه کردم گفتم خوب شد من اون روز پا شدم، خوب شد من اون روز خودم رو وا ندادم. جا 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 آب جو فقط جو جو. آدم ها فکر میکنن که همه چیز برای تو به راحتی اتفاق میافته، تو حتما فرقی نداشتی، میدونی؟ یعنی حتما شرایط تو شرایط بهتری بوده، حتما نمیدونم امکان بهتری داشتی، حتما نمیدونم پارتی کلوفتری داشتی. واقعا اینجوری نیست. واقعا من موقعی که اومدم تو این وادی و کار کردم، نه هیچ کس رو داشتم، نه الانش هیچ کس رو دارم، نه هیچی، ولی فکر میکنم که هر اتفاق بعدی که برام میفته ممکنه یه روز حالم بد شه، ولی بعدش به چشم خیر بهش نگاه کنم،
یا حتما خیلی درش. به تقدیر شما معتقدین کاملا؟ نمیدونم، ولی من میگم که اینو معتقدم که خودم تقدیرمو میسازم. به این معتقدم. ولی من فکر میکنم بعد از این اتفاقی که برای شما افتاد، انگار هر دوی شما شکوفا شدی. عمر سیدی رفت مثلا این سری کارهای ساخت و کلی خبرساز و پرسر و صدا و جایزه. آزاده صمدی هم داره میره خوب داره کار میکنه، کارهای خیلی خوب. خب چقدر خوبه. آره همه خیر است دیگه. آره دیگه همینه دیگه، شاید اصلا ترکیب جواب نمیداد. خانم فیلمایی که هم اون موقع میساختن خب بد نبود، مثلا آفریقا فیلم بدی نبود. من نگفتم بد، من میگم شاید جواب نمیداد. میگم شاید اینجوری بیشتر جواب میداد. نمیدونم هنوز هیچ. ببین ما تا عمرمون تموم نشه تا یه نسل دیگه مثلا انقدر تازه فکر کن آدمای موندگاری بشیم که بخوان راجعمون حرف بزنن. اگر بشیم من فکر میکنم تازه یه نسل دیگه میتونه راجبه این مقوله حرف بزنه. کدوم مقوله؟ راجبه گذشته، راجبه آدمهایی که در گذشته بودن. میگم اگه انقدر تازه اسمشون موندگار بشه که بخوان بتونن راجبشون حرف بزنن، بعد یک زمانی بگذره. من الان وسط ماجرام، ما الان تو زمان حالیم. هیچ کس نمیتونه راجع به زمان حال حرفی بزنه، مگه اون موقعی که فروغ فرخزاد مثلا داشت شعر میگفت یا بالاخره در زمان خودش هم کسی بوده. بله. ولی یک زمانی گذشت که آدم ها راجع بهش حرف زدن، فکر کردن که چقدر به نسبت آدم های زمان خودش آدم متفاوتیه و جلوتر از زمان خودش. حالا بگم این باید یک زمانی رو بگذره که بشه راجع بهش حرف زد. الان نمیشه. الان به نظرم آدم ها دارم، من دارم زندگیمو میکنم، دارم مسیرمو میرم، نمیدونم به کجا میرسه، تلاش میکنم براش. اشتباهی که مردم و کسایی که دوست دارن ستارهاشون رو پیگیری بکنن وارد حریم خصوصیشون بشن، مثلا بدونن دیگه، مثلا همه جای دنیا مثلا... چرا بدونن؟ مثلا چه لزومی دارن؟ ستارهاشون رو دوستش دارن همه. آخه من کامنتایی که میبینم خیلی فکر نمی‌کنم دوستشون دارن. اونا نسبت به شما بغض دارن، آقای سیدی دوست دارن. بعد فکر کنم اونایی که تو فکر کنم جناب بندی و اینا یار یار کشه. خانم شما که خیلی طرفدار داری بین دخترها به ویژه. او پسرها هم خانم شما دوستان کی میگه؟ آقا صلوات به یعنی شما طرفدار دو طرفه زیاد دارین. یعنی مثلا خیلی از بازیگرای زن دخترها دوستشون ندارن. ولی شما رو دوست دارن. خب ولی خب یه سری هم هستن که دختران آقای طرفدار آقای سگدی ان شما دوستان اونا میان برای شما کامنت میذارن که این چیز طبیعیه. ولی مردم دوست دارن که در مورد زندگی ستارهشون بدونن. حمید راست میگه، مثلا تو هالیوود اگه مثلا دو تا بازیگر هم عروسی میکنن همون قدی که اخبار عروسی میاد بیرون اخبار جداشون هم بالاخره منتشر میشه دیگه. خب منتشر شده دیگه، دیگه دو سال منتشر شده، چه جوری باید منتشر شه؟ چجوری منتشر شد؟ چجوری بگن؟ جرایدیش کنیم، مصاحبه کنیم، چیکار کنیم؟ شما که میکنین این کارو با ما، شما که ما رو تو شرایط میذارید. نه ولی میخوام ببینم که مردم حق دارن اینو بدونن یا نه. آخه این حقو کی تعیین میکنه؟ آره مثلا ممکن دلشون بخواد بدونن، ولی ببین این فرهنگه، به نظرم فرهنگ غلطی. حالا تو هالیوودش هم کار میکنه، مثلا اگه همه اتفاقاتی که داره اونور میفته مثلا زندگی ما مثلا همه چی مثل اوناست، ما چیمون مثل اوناست که حالا اینمون مثل اونا باشه. ولی میدونی که از تبعات بازیگر شدن دیده شدن و تو نه میخوام یه چیزی بگم، میخوام بگم که ببینین نه شاید در جامعه مثلا اروپا یا امریکا طلاق مثلا اینقدر تبعات اجتماعی نداشته باشه. بله. برای مثلا فرزند یک زن. ما داریم تو جامعه ایران زندگی میکنیم که هنوز نگاه آدم ها به این قضیه کمی سنتیه. نمیخوام کلمه دیگه ای به کار ببرم. به هر حال میتونم سنتی پکام درست‌ترین واژه باشه برای این اتفاق. هنوز مقوله طلاق برای خیلی از خانواده ها تابوه، میدونین، و هنوز به عنوان یک زن مطلقه زندگی کردن در این جامعه خیلی آسون نیست. پس آدم ها دلشون میخواد که زندگی خصوصیشون رو از زندگی خصوصیشون حفاظت کنن، میدونین. وقتی این اتفاق میفته
پس ما نمیتونیم مثل جامعه اروپا و امریکا با این ماجرا برخورد بکنیم. خیلی خوشحال میشم از اینکه توی مملکتی زندگی بکنم که احساس کنم که دور از قضاوتم و فکر کنم که آدم ها هر اتفاقی تو زندگی هر کسی میفته رو فکر میکنن که خب لابد خودشون میدونستن که چی بوده و چی شده دیگه، بدون هیچ قضاوتی. وقتی این فرهنگ نیست میدونی مثل چی میمونه؟ مثل اینکه تکنولوژی اومده مثل موبایل، فرهنگش نیومده. ما الان اینستاگرام داریم، فرهنگش رو نداریم. خب میگن آقا جون برای مثلا تو هالیوود هم همین جوریه، نمیدونم، من میگم مثلا اونا فرهنگش رو دارن ما نداریم. هر جای دنیا داره این اتفاق میفته، فرهنگ وجود نداره دیگه. اینکه تو توهین بکنی، اینکه قضاوت بکنی، اینکه وارد زندگی خصوصی آدمو بشی، اینکه فکر نکنی که این آدمی هم که اینجا وایساده اصلا سوپر استار سینما فرض کن. آدم دیگه آدم نیست. این آدم میتونه خواهرت باشه، مادرت باشه، برادرت باشه، هر کسی یک آدمیه با پوست و گوشت و استخون و ذهن و احساسات. پس چرا خوشمون میاد که اگر یه کسی یه اتفاقی براش افتاده مثلا داره دستش رو میذاره رو زانوهاش پاشه، یه جفت با هم ما واسش بگیریم؟ این که واقعا احساس آره. خوبیه. خیلی اتفاق بدی ها، یعنی این که فوش بدن و ندونسته، یعنی نمیدونی چه اتفاقی افتاده. اصلا بدونیم، اگه بدونیم اگه به تو مربوطه. خب نه دیگه، قاعدتا مربوطه. یه سوال، اینو هر جوری که البته دوست داریم، ولی خواهشم بدون سانسور، این اتفاقا، این فرهنگی که راجع بهش حرف زدیم و این فحاشیه و فشارهایی که وجود داره، باعث نمیشه یه روزی آزاد صمدی از ایران بخواد بره؟ اصلا بهش فکر کنین تو اون روزایی که میگه سخت بود براتون ولی گذروندین. آره بهش فکر کردم، گفتین قید همه چی بزنم برم جایی که بتونم راحت زندگی کنم. بله بهش فکر کردم، بهش فکر کردم و تصمیم گرفتم بمونم تو مملکتم و کار کنم، زندگی کنم. چون چیزی که خیلی من ناراحت میکنه واقعا اینه که من خیلی از دوستان و اطرافیانم رفتن از ایران، همشون اروپا هن یا کانادا هن یا امریکا هن، و به این جا میرسی که ای همه رفتن هیچ کس نمون. حالا اینه که مثلا یه ذره آدم های معمولی تر شاید باشن دورورمون، مثلا یه سری پول خوب داشتن، درآمد خوب داشتن، فکر کردن که اون آزادی که میخوان اینجا ندارن یا همین مشکلات و ماجره ها رو دارن. یه بخش دیگرش هم یه سری نوابق بودن که به نظر من رفتن و به این فکر نکردن که نمیشم قضاوت کرد، قضاوتشون نمی کنم. شاید واقعا اگر مثلا شرایط زندگی هر کسی رو خودش میدونه، فکر میکرد مثلا من اگه اینجا بمونم حال خوبی ندارم، مهم خودم. من واقعا فکر کردم که من مملکتم دوست دارم و دوست دارم بمونم اینجا. وقتی حرف میزنم شعار ندم، بمونم، اندازه خودم بسازم تا جایی که در توانمه. آره مثلا شاید به این فکر کنم مثلا یه روزی مثلا برم یه جایی از دنیا، نه اینکه زندگی دائم کنم، مثلا 6 ماه بمونم یه جایی، نمیدونم، یه کاری بکنم، یه ورکشاپی برم، یک مثلا یه جوری در مسیر بهتر شدن باز مثلا برگردم اینجا. شاید میخوام برگردم مثلا یه زمانی کتابی ترجمه کنم، حتی نمیدونم. همین آرام راجع به آینده دورش فکر میکنه، اگر ممکنه عمری باشه بهش فکر کنه. ولی نه اینکه فکر کنم بخوام برم از ایران، نه. قضاوت ها انقدر شما رو خسته نکرده که؟ ببین خسته میکنه، حتما خسته میکنه. من تا یاد گرفتم توجه نکنم، من یاد گرفتم مثل خیلی چیزای دیگه نبینمشون، میگذرین ازش. من ازم که تو اکتسابی یاد میگیری دیگه، از یه جای دیگه کلا گوشا و چشات یاد میگیره که نبینه و نشنوه.